مشکلات میاد و در ذهن ما باید بدونیم که ما زن و شوهرها اختلاف سلیقه داریم، اختلاف نظر داریم، در تواناییامون، در قدرتامون اختلاف داریم و همین نمک زندگی هستن، همین مسئله رو شیرین میکنه که همدیگر رو در زندگی که اختلاف نظر داریم بپذیریم و اینا ما رو ناامید نکنه و در این شرایط ما باید همدیگر رو تحمل بکنیم، محبت بکنیم، گذشت بکنیم. خیلی مهمه در زندگی زناشویی ما همدیگر رو ببخشیم، بگذریم از اشتباهات همدیگر، همدیگر رو ببخشیم، همدیگر رو محبت کنیم و تحمل کنیم مشکلات رو. هر چقدر تحمل بکنیم خداوند در زندگیمون کار میکنه. خیلی متشکرم. ما برای این ازدواج نمی کنیم که از هم نفرت پیدا کنیم و با عشق ازدواج می کنیم، ولی با گذشت زمان که یه سری مسائل مشکلات به وجود بیاد، مثل اعتیاد، خیانت، بد اخلاقی ها و صدها مورد دیگه، یک احساس نفرت پیدا می کنیم. با اون احساس باید چه کار کرد؟ نکته مقابل تنفر محبت کردنه. ما اگه یاد بگیریم که عزیزان رو محبت بکنیم خیلی پیروزیم، چون تنفر ما رو از اونا دور میکنه ولی محبت کردن ما رو به اونا نزدیکتر میکنه. اگر به چنین اشخاص از نظر روانی به عنوان شخصی که واقعا مریض ما نگاه کنیم، چطور به یک شخص مریض ما نگاه میکنیم؟ با حالت ترحم و با محبت، چون دوستش داریم و وقتی که میبینیم در زجر ما ناراحتی دلمون میسوزه، ما برای این اشخاص با نظر محبت باید دلسوزی نگاه کنیم. یادم میاد سالها پیش یک شخصی که در اعتیاد بودن، وقتی که مسیح او را از اعتیاد نجات داد، زندگی خودش رو به صورت شعر و قصه در آورد و یک بیتش از این قصه این شعر این بود که با اینکه آشنایان درد منو میدونن، چرا مثل یه دشمن با من نامهربونن؟ و این واقعیته که این عزیزان احتیاج به محبت ما دارن. هر چقدر ما محبت کنیم تنفرمون کمتر. ما به عنوان دوستان، به عنوان آشنایان و یا فامیل، اگر در اطرافمون زوجی داشته باشیم که اینطور با محبت زندگیشون رو شروع کرده باشن و به مرور اون محبت اولیه‌شون رو از دست داده باشن و میبینیم که متاسفانه زندگیاشون متلاشی میشه، چطور میتونیم به این عزیزان کمک کنیم؟ خداوند کلام مصالحه رو به ما داده و ما باید از این کلام مصالحه استفاده کنیم در یک چنین شرایطی. بهترین کاری که میتونیم برای این عزیزان بکنیم که دست این عزیزان رو در دست عیسی مسیح بگذاریم و این میتونه با مشورتامون باشه، با نمونه آوردن از زندگی افرادی باشه که در شرایط اونا بودن، اونا رو نمونه قرار بدیم و اونا رو معرفی بکنیم به کلیسا یا از کلام خداوند براشون بگیم یا ویدیویی از انجیل عیسی مسیح، فیلم عیسی مسیح یا اشخاصی که دقیقا شرایط اونا رو داشتن، اونا رو میتونیم به این شرایط کمک کنیم، دستشون رو در دست عیسی مسیح بذاریم، چون جایی که گارانتی شده است مسیح میتونه کاری رو که هیچ انسانی نمیتونه در زندگی اونا انجام بده اون کار رو براشون بکنه. پس بهترین جای اینه که اونا رو به عیسی مسیح بسپاریم که در زندگیشون عمل بکنه. خداوند به زندگی این گونه افراد چطور نگاه میکنه؟ خداوند خدای محبت هست و به زندگی این افراد با عشق و محبت و دلسوزی و ترحم نگاه میکنه، واقعا به اونا عشق میورزه. مثلا فرزندانی که گم شدن و این رو ما میتونیم در لوقا باب 15 در مثالی که عیسی مسیح از زندگی پسر گم شده مثال میاره که این پسر گم شده دارایی خودش رو، سهم خودش رو از پدر برداشت و بیرون رفت و همه اونا رو تلف کرد، در گناه افتاد و به خودش اومد که برگرده پیش پدر، ولی پدر رو این طرف میبینیم که در انتظار با عشق، با محبت، با آغوشی باز منتظره. کلام خدا میگه وقتی که پسرش رو میبینه با ترحم، با دلسوزی میدوه به طرف پسرش. حالت خداوند برای ما گمشدگان اینه که با محبت و با عشق و با علاقه و با آغوشی باز منتظره که ما با آغوشش برگردیم و وقتی که برمیگردیم ما رو میبخشه، نه فقط ما رو میبخشه بلکه برای ما جشن عظیمی میگیره و کارها رو که قبلا نکرده بیشتر از اونها رو برای ما انجام میده. خیلی ممنون خواهر شامیران از اینکه وقتتون رو به برنامه کلمه دادید. واقعا از صحبت‌های شما برکت گرفتیم، مخصوصا اون قسمت که در مورد محبت خدا صحبت کردین که چطور خداوند میتونه نفرت رو به عشق تبدیل کنه. بله واقعا ممنون هستیم، خداوند شما رو برکت بده. از آن امیدواریم این برنامه برای شما نیز برکتی بوده باشه و جواب بعضی از سوالاتون رو گرفته باشید. اگر میخواهید که با ما در ارتباط باشید، میتونید از طریق ایمیل tv@kalame.com به ما ایمیل بفرستید.
و اگر نیاز به کمک و راهنمایی بیشتری دارید به وبسایت کلمه.com مراجعه کنید. خداوند یار و نگهدار شما عزیزان باشه. خدا نگهدارتون. در حلقه فصل ها شد کام از شراب زندگی، مسکنم حصار عشق و معبدم به عیش نوش. ناگهان ترانه های شاد من به دست مرد من رو بوده شد و یار دلنواز من به دام خلصه سیاه افیون و بند کشیده شد. تنید تار عنکبوتی نیاز و دزدی و دروغ بر تنش، رسید التهاب من به گریه و نظاره ستاره ها، فریفته به مرگ یار به هر دری به یوغ مرگ او سلا زدم، به جادو و به جنبل و تلسم او. نماز عشق خواندم و جواب من سکوت بود. خدای را صدا زدم که آه خدای من، نگاه کن به کیفر بلای من، نماز من، نیاز من. و ناگهان خدای عشق پا نهاد بر دلم به خانم و عطر پادشاهیش به باد برد ناله ها و سوز من و یار من سرسپرده محبت خدا گشت و خانم به مهر او به واقع شاد شاد گشت.